دهها هزار مسلمان روهینگیایی در اردوگاه پناهجویان در بنگلادش در اعتراض به کاهش جیره غذایی و ادعای بازگشت اجباری به کشورشان تظاهرات کردند آنها خواستار تضمین بازگشت امن به کشور خود با اعطای حقوق شهروندی شدند در تظاهرات دو روز پیش در سراسر اردوگاه‌های گسترده پناهندگان عمدتا مسلمان پیر و جوان و با در دست داشتن پلاکارد شعار سر دادند این اعتراضات اخیر به دنبال دومین جیره غذای کاهش یافته توسط برنامه جهانی غذا از ده دلار در ماه برای هر نفر به 8 دلار است تلاش ها برای آغاز بازگشت به کشور در سالهای 2018 و 2019 با شکست مواجه شد زیرا پناهندگان از ترس پیگرد قانونی از بازگشت خودداری کردند بیش از یک میلیون روهینگیایی در اردوگاه‌های جنوب شرقی بنگلادش بزرگترین محل سکونت پناهندگان در جهان اسیر شدند. اکثر آنها تقریبا شش سال پیش از سرکوب از سرکوب ارتش میانمار گریختند اگرچه برخی از آنها مدت بیشتری در آنجا بودند و شدن فقر و شدن فقر افزایش جرم و جنایت کمبود کار و آتش در اردوگاه‌ها، بسیاری از ها را مجبور کرده است که از بنگلادش با قایق به کشورهایی مانند مالزی اندونزی و تایلند فرار کنند اخیرا تام اندورز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در میانمار از بنگلادش خواسته است که پروژه آزمایشی بازگرداندن را فورا متوقف کند